میفرستم. خوشحالم که بار دیگه در شباهنگ با ما هستی. مرسی، منم خوشحالم و سلام میکنم به بینندگان عزیز برنامه شباهنگ. خب تا لحظاتی دیگه بخش دوم گفتگوی تو با آقای آرش حجازی رو پخش میکنیم. توضیح بده که این بخش از گفتگو با آقای حجازی شامل چه بخش ها و مطالبیه. خب این بخش بیشتر تمرکز ما بر کتاب خاطرات آقای حجازی بوده که قرار ماه مارس، همونطوری که دیروز اشاره کردم، قرار به بازار بیاد به زبانهای انگلیسی و ایتالیایی و سوئدی، اگه اشتباه نکنم. و خب میدونی که بیش از یک سال و نیم از مرگ ندا گذشته، از ماجرای ندا، ولی خب واقعا نگاه ندا رو هیچ کس فراموش نکرده. به خصوص خب تاثیر عمیقی داشته بر زندگی حرفه‌ای آقای حجازی به عنوان کسی که آخرین نگاه ندا رو دید. ولی ندا در واقع فقط دختر جوانی نبود که کشته شد. ندا در واقع نماد یک نسل زخم خورده‌ای بود که میخواست خیلی شجاعانه و مصرانه به دنبال حق خودش بود و مبارزه میکرد و جهان ندا رو دید. هم نسلان ندا رو هم دید که تو خیابونه بودن، ولی درست شاید نفهمیدن که ندا و هم نسلان ندا به دنبال چی بودن و چی میخواستن بگن. ولی آرش حجازی به عنوان کسی که آخرین نگاه ندا رو دید، مدام این نگاه پیش چشمش بود و از خاطرش نمیرفت و اومد این قصه اون نسل رو بگه، به خاطر اینکه خودش میگه که فکر میکردم که نگاه ندا به من، از من یه چیزی میخواست، میگفت بیا این قصه رو بگو چی شد که مثلا کار ما به اینجا رسید. با هم صحبت میکردیم اشاره کرده گویا پائولو کوئلو، نویسنده مشهور برزیلی، هم متنی رو برای این کتاب نگاشته، به یه نحوی نسخه رو فرستاده برای نویسنده. خیلی جالبه، کمی درباره توضیح بده. درسته. خب پائولو کوئلو، به هر حال آرش حجازی همونطور که اشاره کردم، مترجم و ناشر رسمی آثار آقای کوئلو به زبان فارسی بوده و با هم دوستی دارن، همدیگر رو میشناسن. و این داستان ندام خیلی جنبه شخصی داشته برای آقای پائولو کوئلو، برای اینکه پائولو کوئلو خودش میگه که من هم مثل همه جهان این ویدیو رو دیدم، مثل همه جهانیان تکان دهنده بود برام، ولی برام جنبه شخصی داشت چون دوست خودم رو اونجا تو اون ویدیو دیدم. و خب توی مقدمه نوشته که در نگاه آهو، آرش روح راستین ایران رو آشکار میکنه و این کتاب درسنامه ای تاریخی نیست، آقای کوئلو میگه، بلکه حس ملی و غرور ملتی رو به نمایش میذاره که علارغم تمام مشکلات مردمش کنار هم میمونن، ملتی که هیچ چیز نمیتونه مانع رسیدنش به خوشبختی بشه و در طول هزاران سال آموخته که نه فردایی هست و نه دیروزی و تنها چیزی که میمونه تصمیمیه که امروز گرفته میشه، اکنون و در همین لحظه. این بخشایی از مقدمه بود که آقای پائولو کوئلو بر کتاب نگاه آهو نوشتن. بسیار عالی، خیلی کنجکاوم بریم تا این گفتگو رو ببینیم. از شما بینندگان عزیز دعوت میکنم تا بخش دوم گفتگو با آرش حجازی رو مشاهده کنیم. اولین سوال من اینه که خب الان بسیاری شما رو به عنوان یکی از شاهدای کشته شدن ندا میشناسن. من میخوام بپرسم که این حادثه چه تأثیری روی حرفه ادبی شما داشته؟ بعد از این حادثه به هر حال انتشارات کاروان تعطیل شده، به علت اینکه مجوزش لغو شد تقریبا بلافاصله بعد از اینکه اون حوادث اتفاق افتاد و کتاب‌های من هم دیگه امکان انتشار نداره، چه ترجمه هام و چه تألیفاتم. منتها از طرف دیگه خب من بعد از اینکه اومدم اینجا به علت فشار روحی بیش از حدی که روی من بود به خاطر اون حوادثی که پشت سر گذاشته بودم، نوشتن رو به عنوان یک ملجعی برای خودم پیدا کردم و مشغول نوشتن خاطراتم شدم. بنابراین روی زندگی من به عنوان یک نویسنده تأثیرش مختل کننده نبوده، ولی به زندگی حرفه من رو خب به شدت مختل کرد. خواهم به کتاب خاطرات شما بپردازیم که نگاه آهو نام داره و به زبان انگلیسی قرار در ماه مارس به بازار بیاد. این کتاب در واقع چه دوره ای از زندگی شما رو روایت میکنه؟ کتاب در واقع همونطور که اول صحبتمون عرض کردم، در واقع محصول بحران عاطفیه که من بعد از ماجراهای خرداد سال 88 دچارش شدم و این به عنوان ملجعی بود که من تخلیه کنم اون فشار روانی درون خودم رو. اون تا بعدش خب خوشبختانه ناشرها به من نزدیک شدن و علاقه نشون دادن و خب منم گفتم چه بهتر. از روز اولم به زبان انگلیسی نوشتم من این کتاب رو، به خاطر اینکه مخاطب من در واقع مردمی بودن که نمیدونستن این داستانهایی رو که بر سر نسل ما آمد، نسل ما که میدونه و حرف تازهی شاید برای نسل ما نداشته باشه. منتها داستان از اون لحظه شروع میشه که به هر حال
ندا آخرین نگاهش رو به من میندازه و بعد برمیگرده و رو به اون دوربینی که لحظات آخر زندگی ایشون رو ثبت میکنه نگاه میکنه و فوت میکنه. و من بعدش همیشه تو این فکر بودم که اون نگاه یه سوال توش بود و نگاهی که به من بود یک سوال توش بود و چی میخواست بپرسه. و پیش خودم اینطور فکر کردم که اون سوال شاید این بود که چی شد که کار به اینجا رسید. و در واقع دارم توی این کتاب دارم برای ندا تعریف میکنم و برای هر کس که میخواد بدونه که کار چی شد که به اون روز رسید. و برها ما نسلی بودیم که یک انقلاب دیدیم، ما بعد از انقلاب اون هیجان‌های سیاسی بعد از انقلاب رو دیدیم، ما اون جریانات دهه 60 و قبلش رو دیدیم و اعدام‌های اون مقطع رو. ما نسلی بودیم که در زمان انقلاب عموهامون رو از دست دادیم، بعد از انقلاب پدرانمون رو از دست دادیم و در زمان جنگ دوستانمون رو از دست دادیم. و این نسلی بود که همزمان بود با نسلی که همزمان اون موقعی که من بچه‌ها در دهه 80 مثلا در دهه 1980 در کشورهای غرب مدل‌های موی جور و جور درست می‌کردن و موزیک‌های دهه 80 رو دنبالش بودن، اون حال و هوای دهه 80 رو دنبالش بودن، ما تفریحمون بود که وقتی موشک وقتی که بمباران هوایی می‌شد از توی حیات از توی پناهگاه‌ها ضد هوایی‌ها رو نورشون رو رصد کنیم و ببینیم آیا چه اتفاقی میفته و آیا بمبی بر ما میفته یا بر همسایه ما میفته. و این نسل برها نسلی است که امروز هم پابرجاست و هست. و من فکر کردم که هرگز فرصتش رو این نسل پیدا نکرد که قصه خودش رو تعریف بکنه. و میبینیم که نسل قدرتمندی هم هست، نسلیه که از نظر اجتماعی موفقن، بسیار متفکرن و دقیقا میدونن که چی میخوان، گم شده نیستن. و این خب برای من خیلی جالب بود و فکر کردم شاید حالا که این فرصت رو دارم قصه این نسل رو بگم. چرا فکر میکنید که الان زمان مناسبی بود برای گفتن داستان این نسل؟ ببینید بعد از وقایع خرداد 88 خب ایران در خبرها اومد و اون حادثه‌ای که اتفاق افتاد و من درگیرش شدم و مرگ اون دختر جوان بیگناه ندا بود، خب توجه میلیون ها نفر رو در سراسر دنیا به این قضیه جلب کرد. من هم اون موقع خب چون رسانه‌های مختلفی سراغ من می اومدن، اغلب این سوال این بود که خب چیه جریان، ما راجع به ایران قبل از این اصلا چیزی نشنیده بودیم، چی شد این همه آدم از کجا پیدا شدن اومدن تو خیابون، این اعتراض از کجا شروع شد. و علاقه نشون میدادن که این قصه رو بدونن جریان چی بود. خب ما فکر تصور قبل از اون این بود که یک جامعه یک دستی ایران و تک صداست و همه معتقدن و همه به یک چیز معتقدن، همه به یک شکل اداره جامعه معتقدن و همه پشتیبان اون نظامی هستند که در هر مقطع حاکم بوده بر ایران. و ما به عنوان مردم ایران میدونستیم که این واقعیت نداره و اتفاقات خرداد 88 هم این رو به مردم دنیا نشون داد و از اونجا کنجکاوی زیادی برانگیخته شده بود. و من فکر کردم خب این بهترین فرصته. به هر حال خب من تا حدودی شناخته شده بودم و فکر کردم این فرصت میتونه فرصتی باشه که بنده قصه رو بگم. به هر حال به زعم خودم ممکن است که بعضی جاهاش قصه‌ای که من گفتم رو یه عده مخالف باشن. شاید من در 8 سالگی تصوری که از جامعه اطرافم داشتم، تصور یک کودک 8 ساله ممکنه بعضی جاهاش برداشت‌ها غلط باشه، ولی به هر حال تلاش منه. امیدوارم دیگرانی هم قدم جلو بذارند و تلاش خودشون رو عرضه بکنن. شما اولین رمانتون اندوه ماه رو زمانی نوشتید که دانشجوی پزشکی بودید و در واقع احساس پوچی و ناامیدی می‌کردید و دلتنگی هاتون رو در این رمان نوشتید و کتاب خاطراتتون نگاه آهو رو هم بعد از یک تحولات روحی نوشتید. ولی خب در واقع مهمترین تفاوت این دوتا رمان برای خودتون، این دوتا کتاب برای خودتون چی هست؟ خب من نگاه آهو رو در سن 39 سالگی نوشتم و اندوه ماه رو در سن 23 سالگی. طبیعتا فکر میکنم نگاه آهو یه خورده از نظر نگارش بهتر باشه، چون اندوه ماه به هر حال یه تجربه اول من بود و نقصهای زیادی هم داره متاسفانه، ولی به هر حال یه تجربه و برای من عزیزه و مردم هم خوشبختانه دوست داشتن، خوندن، حالا با اغماز نگاه کردن. رمان‌های بعدی من هم همینطور بوده. من رمان نویس حرفه‌ای نیستم که بشینم و بخوام مثلا سال یه دونه رمان بنویسم. من فقط وقتی می‌نویسم که حرفی داشته باشم و نتونم ننویسم. و در نگاه آهو
مهمترین مسئله‌ای که مطرح در آثار من بحث آزادیه، و آزادی نه به معنای سیاسیش بلکه به معنای درونزاد و انسانیش. من معتقدم همیشه و تو همه آثارم هم این رو سعی کردم منتقل کنم در قالب داستان که راز سعادت یه ملت آزادی و عدالت، و عدالت رو من محصول آزادی میدونم. در نگاه آهو هم من معتقدم عدالت زیر پا رفت و علتش این بود که آزادی محدود شد و قربانیش هم یک نسلی بودند که ما یکیشون هستیم. بله، بخش دوم گفتگو با آرش حجازی درباره کتابی که به تازگی منتشر خواهد شد. اما سارا، یه پرسش اینجا برای من هست، یه نکته، آیا خبر داری که چرا عنوان کتاب آقای حجازی نگاه آهو؟ در صحبتایی که میکردین هیچ اشاره به این موضوع شد؟ خب به هر حال نگاه آهو برمیگرده به نگاه ندا، ولی مطلب خیلی جالبی که تو بلاگ آقای حجازی دیدم، گفته بود که من همش فکر میکردم این نگاهو کجا دیدم، و بعد با خودش به این نتیجه رسیده که خب این نگاه و نگاه این آهو رو در رمان شاهدخت سرزمین ابدیت، رمانی که خیلی وقت پیش نوشتن، این احساس رو، این نگاه رو توصیف کرده بودن، نگاه و احساس یک آهویی که تیر خورده و در خون خودش داره میغلطه و داره به شکارچیش نگاه میکنه، و تو بلاگ توضیح داده که این، یعنی بخشی از اون رمان رو نوشته و گفته این احساسی بود بین نیستی و تمنا که نه امیدواره نه ناامیده و حتی تمنایی هم نداره، ولی لحظه ای که داره جون میده در واقع یک احساس، یک معنایی از حیات در رگهاش جریان پیدا میکنه و در واقع این میشه معنای اون احساس. یه نکته دیگه که برای من جالب بود اینه که این کتاب برای نخستین بار به زبان انگلیسی داره منتشر میشه. کمی در این باره توضیح بده، چه اهمیتی داره این موضوع و آیا برنامه‌ای هست که در آینده برفرض به زبان فارسی ظرف ماه‌های آینده هم منتشر بشه؟ اتفاقا پرسیدم این سوالو از آقای حجازی، که البته تو این گفتگو نگنجوندم، برای که خودشون توضیح دادن که گفتن خیلی‌ها میپرسن، میگن چرا این کتابو به زبان فارسی ترجمه نمی‌کنین، چون به زبان انگلیسی میاد، ایتالیایی میاد، سوئدی میاد، هندی فکر کنم، و گفتن چرا به زبان فارسی نمیارین، و خب مهمترین دلیلش اینه که این کتاب برای مخاطب غرب، مخاطب که فارسی زبان نیست نوشته شده، چون همونطوری که آقای حجازی اشاره کرد تو این گفتگو، این قصه نصر رو خب ما میدونیم، قصه نصر رو خود اون نسل میدونه، و در واقع برای ایرانی ها نیست، در واقع برای کسایی که قصه نصر رو نمیدونن، و همونطور که گفتم مال کسایی که ندا رو دیدن، هم نسلان ندا رو دیدن ولی درست نفهمیدن که اینا دنبال چی هن و از کجا اومدن و چی میخوان، و این قصه برای اونا روایت شده، ولی بعد آقای حجازی گفتن که به دنبال این هستن که حتما اینو به زبان فارسی اگه فرصتش فراهم بشه بنویسن و بذارن روی اینترنت. خیلی هم عالی. من میدونم ظرف یک دو شب گذشته که این گفتگو رو پخش کردیم، تو قسمت‌هایی از اون رو انتخاب کردی که در اون فرمت زمانی برنامه ما بگنجای، یا این رو در آینده به صورت کامل‌تری منتشر خواهی کرد، جایی هستش که به صورت کامل بشه اون رو تماشا کنی؟ بله، قسمت اول و دومش رو با هم میذارم در کانال یوتیوب شباهنگ که میتونن بینندگانمون برن از اون طریق، و همینطور میتونن از طریق صفحه فیسبوک من که هست facebook.com/sara_voa اونجا این مصاحبه رو به طور کامل نگاه بکنن. یعنی دیگه هر کی ادبیات